بسم الله الرحمن الرحیم. استادان بزرگوار، شاگردان عزیز، دوستان ارجمند، خوشحال هستیم که باز در خدمت شما عزیزا قرار داریم. از طریق پروگرام تلیکاست یا آموزش از راه دور، با امیدی که درس ها برای شما عزیزا مفید تمام شود، میریم به طرف درس از ریاضی صنف نهم به ادامه درس های قبلی، و این بار تحت عنوان نامساوات خطی دو متحوله. نامساوات خطی دو متحوله، صفحه 167. خب دوستان عزیز، پیش از اینکه درس شروع کنیم یک معنا کنیم. اینه همین معنا نامساوات. خب معلوم شد که یکی مساوات داریم، یکی نامساوات. نامساوات یعنی بزرگتر یا کوچکتر از صفر یا ذر عددی که باشه. خطی چی مانا؟ یعنی رسمش یک خط شما. دو متحوله چی مانا؟ یعنی x و y داشته باشه، یعنی هم x داشته باشه هم y، دو تا متحول باشه. خب چطور حل میکنیم این قسم نامساوات رو؟ مانایش حالا فهمیدیم، اینا رو ببینین حلش. یک نامساوات خطی دو متحوله رو براتون میده، میگه صحیح حلش دوستای عزیز تعیین کنین. x منفی y، x منفی y مساوی است با دو. دو تا متحول هست، این دو متحول هست. خب ببخشید، اشتباه ده اینجاست که نامساوات ما درستش نکردم. نامساوات x منفی y کوچکتر از دو، متاسفانه x منفی y کوچکتر از دو. m سکنی بسید، دو تا متحول داره، نامساوات هست یعنی کوچکتر از دو، و دیگر رسمش حتما اینه میره که رسم کنی یک خط میشه، از اون خاطر نامساوات خطی نمیشه مونده. خب چطور این را حل میکنیم دوستای عزیز؟ اول این را شما به شکل یک خط مستقیم میارین، مثل که بینومار حل میکنیم. این x منفی y مساوی با دو، خود منفی y مساوی با چی میشه؟ دو خودش x اکی تر بریم، منفی x جمع دو. اطراف که ضرب منفی یک کنیم، ضرب منفی یک باز میشه که y مساوی است x منفی دو. این یک خط است، اینه میخوادش، اینه می معادلی چی است؟ یک خط است. بیاین که اول این خط یک قیمت گذاری کنیم، باز رسمش کنیم. x و y، با x که صفر قیمت بدیم y چی میشه؟ منفی دو. با x که دو قیمت بدیم y صفر میشه. میشه نی؟ x را صفر بارین، y چند شد؟ اینه منفی دو. x را دو بارین دیده، دو منفی دو، اینه y چی میشه؟ صفر. اینه نمی خط دوسته عزیز رسم میکنه. این دستگاه کمیات وضعیه با یه آشنایی داریم دیگه. x x زبر، y y زبر، محل تقاطعشان از نگاه هندسی او از نگاه الجبری صفر صفر. خب به نقاط نشانی کنید، صفر و منفی دو. صفر خود مبدا، منفی دو به طرف پایین، یک اینی دو، این نقطه رو برجسته میزنیم، اینی میشه نقطه صفر و منفی دو. صفر و منفی دو دیگهش دو و صفر، ای یک اینی دو، صفر خو مبدا است، ایران بعد جسته میسازیم، دو و صفر. اینا رو با هم وصل میکنیم، یا رو که با هم وصل کنیم یک خط میشه، نمیشه یک خط مستقیم. بیانید دوست عزیز این رو وصل میکنیم، یک خط مستقیم. خب اینا رو چی کار میکنیم؟ اینمی همی خط ماست که y مساوی است با x منفی دو. این همین دستگاه کمیات وضعی ما رو با دو ساحه تقسیم کرد، یک ساحه این طرف یک، اینی ساحهش دو. اینا رو در این ساحه یک نقطه رو نشانی میکنیم، مثلا این نقطه صفر صفره. میریم در نامساوات خود میگذاریم. اگر نامساوات از صدق کرد خونمون سایه عل است، مقابلش خط میزنیم. اگر نی که صدق نکن، باز اونمو سایه رو خط میزنیم، سایه دیگهش سایه هست. خب یک نقطه رو این نشانی میکنیم، اینمی مبدره صفر صفر. ببریم در مساوات بانه نشه این اینجا. نامساوات ما چی هست دوست عزیز؟ یاد داریم دیگه، نامساوات x منفی y کوچکتر از دوست، اینی نامساوات است. اینجا بان صفر، منفی صفر کوچکتر از دو، اینا رو صفر کوچکتر از دو. آیا هست یا نیست صفر کوچکتر از دو؟ هست. خیده اینی ساحه
این نامساوات ما حل داره، مقابلش خی خط میزنیم، اینی سایه دیگر خط، اینی سایه میگیم سایه حل نیست، اینی سایه که خط داشت. یعنی این نامساوات ها هدفش پیدا کردن سایه حل است. وقتی که یک نقطه شد کرد، تمام نقاط که بالاتر از این خط است، کل اون نظامات چی میکنه؟ دوستای عزیز سطح میکنه. انشالله که دوستای عزیز ما مفهوم گرفته باشد. حالا یک مثال دیگه که کار کنیم، دیگه با کلی دوستای عزیز ما انشالله درس خود فهمیدن. خب بریم به طرف دیگهش. یک مثال دیگه، یک نامساوات براتون میته، یک نامساوات دو متحول را، مثلا دو اکس جمع سی وای کوچکتر از شش، میگه این را حل کنیم. این نامساوات را چی کنیم؟ حل. ما چی کار میکنیم؟ اولی را خط میسازیم، دو اکس جمع سی وای مساوی میشه با شش، درست؟ از اینجا سی وای مساوی میشه منفی دو اکس، این را کوتاه بگیریم، مثبت 6، اطراف تقسیم چی؟ 3. خب این هم تقسیم 3، هم تقسیم این 3 هم رای 3 خلاص. وای مساویست منفی 2 بر 3 اکس مثبت 2، اینی خطش. این هم اینمی خط یک بار چی میکنیم؟ دوستای عزیز رسم میکنیم، همین خط همین رسم میکنیم. خب رسم کردن زیر ببینین، ای اکس ای وای، با x که 0 قیمت بدیم، y یعنی 2 میشه، با x که 3 قیمت بدیم، اینجا 3 که باریم، اینجا 3 کرده 3 خلاص میشه، منفی 2 مثبت 2 چی میشه؟ 0 میشه. دیدین دوست عزیز؟ اینا روی دستگاه کمیت و وزیه را رسم میکنم، همین نقاط در روی دستگاه کمیت و وزیه نشانی میکنم، x، x زبر، y، y زبر. خب این مبدا 0 و 2، ای صفر دوش بالا، یک ای دو، این نقطه برجست، صفر و دو، درست؟ سه و صفر، یک ای دو، این ای سه، سه و صفر، این دو نقطه را با دقت چی میکنیم؟ وصلش میکنیم، ببینید دوستای عزیز، این دو تا را وصل دیدیم؟ خب، این را که وصل کردیم، امی خط ما دستگاه را با دو ساحت تقسیم کرد، یکی در بالای خط، یکی در پایین خط. اینا را برای پیدا کردن سایه حل، ما بازم یک نقطه را در سایه دو انتخاب میکنیم، صفر صفر میگذاریم در نامساوات که صدق میکنی یا نی، اگر صدق کرد اینمی سایه حل است، مقابل خط میزنیم، اگر نکرد این سایه را خط میزنیم، طرف مقابل قیمت حل است، درست؟ اینی مبدا صفر صفر، بانی قیمت هایش هم اینجا اینجا، دو ضرب صفر صفر، جمع سه ضرب صفر صفر، کوچکتر از شش. آیا صفر کوچکتر از شش است؟ بله. خیلی اینی ساحه ساحه حل است، مقابلش سایه حل نیست، خط میزنیم مقابله، خط خطک به این شکل، یعنی مانایش که اینمی هایی که خط زده شده این دیگه سایه حل این نامساوات دو متحوله ما نیست. دوستای عزیز انشالله که دوستایی رو گرفته تانسته، بله؟ اینا رو به خاطر که اینمی موضوع یک ذرگه کاره نوست و جنجالی، شما را یک فعالیت سینفی میدیم دوست عزیز، یک فعالیت سینفی امیر کار کنین که ببینیم که در فعالیت سینفی دیگه باز چطور میشه دوست عزیز که مشکل براتون پیش می یا نمه. خب x جمع y، x جمع y دوست عزیز، خب یا یک جوابه که بسیار سواله که خوب، 3x منفی 2 باشن که یک سواله مناسب تر به 3x منفی 2 درست است؟ کوچکتر است از 5x جمع وای. اینمی نامساوات دو متحوله را، نامساوات دو متحوله زل را حل کنین یا مطالعه کنین، حل کنید. اینمی دوستای عزیز فعالیت سینفیتون. اگر نتونستین هیچ پروا نداره. چرا نداره؟ که باز ما تمرینی داریم پشت سر، ما
کوشش میکنم که براتون تمرینش هم دوست عزیز یکی دو سوالش حل کنم، در اون صورت انشاءالله هیچ مشکلی براتون پیش نخواهد آمد. تشکر از توجه شما عزیز.